واکنش کومان به کنایه گریزمن. آماده باش به بارسا و انتر. ریال و بارسا به دنبال ستاره پرتغالی یونایتد. سلام به کانال همگام با ورزش، خوش آمدید. سرمربی بارسلونا نسبت به کنایه مهاجم فرانسوی واکنش نشان داد. تیبو کورتوا شرایط ریال برای دیدارهای حساس پیشرو را خوب و مثبت ارزیابی کرد. سان میگوید دو باشگاه ریال مادرید و بارسلونا تنها 8 ماه بعد از انتقال برونو فرناندز به منچستر یونایتد به دنبال جذب او در اولین فرصت هستند. بارسلونا امشب در هفته ششم لالیگا با مساف خطافه می رود. رونالد کومان در نشست خبری پیش از بازی گفت: باید عملکرد خطافه در سالهای اخیر را برجسته کرد. تیم برنده است و بر رقابت‌های اروپایی راه یافته است. بازیشان را مقابل آژاکس تماشا کردم. در هالند خیلی عصب که بازی خطافه انتقاد شد. من طرفدارشان نیستم، اما هر مربی به دنبال فرصت خودش است. روش‌های مختلف برای پیروزی وجود دارد. به همین خاطر در بازی داور است تا تصمیم گیری کند. بازی سخت خواهد بود. آنتوان گریزمان پس از گلزنی مقابل کرواسی اعلام کرد که دیدشان میداند در چه پست قرار دهد. این اظهارات به نوع کنایه به سرمربی بارسلونا بود که مهاجم فرانسوی را در پست غیر تخصصیش میگذارد. کومان در این رابطه اظهار کرد: هر کس حق دارد مسائل خود را مطرح کند. میدانیم که این انتقادها ممکن است رخ دهد. با گریزمان اصل دیروز یعنی پنجشنبه صحبت کردم، نه به خاطر حرفی که زد. من به دنبال بهترین راه حل برای تیم هستم. به نظرم او باید در گوش راست آزادانه بازی کند. همچنین میتواند به عنوان یک بازیکن شماره 10 یا 9 بازی کند. در نهایت من کسی هستم که برای تیم تصمیم میگیرم و هر بازیکن وظیفه دارد تا بهترین عملکردش را به نمایش بگذارد. ریال مادرید با کسب 10 امتیاز از 4 بازی به تنهایی در صدر لالیگا قرار دارد و در کسب این رتبه بدون شک نقش تیبو کورتوا انکارناپذیر است. او تنها در هفته دوم 2 گل از بیتیس دریافت کرد و تا کنون 3 کلین شیت را به ثبت رسانده است. گلر بلژیمی به دلیل عملکرد فوق‌العاده‌اش در ماه سپتامبر به عنوان بازیکن ماه ریال مادرید برگزیده شد. پس از بازی‌های ملی ریال مادرید امشب به مساف کادیس خواهد رفت و سپس باید برابر شاختار دونتسک و بارسلونا قرار بگیرد. بعداً ریال باید به مساف انتر برود. در مجموع بازی‌های حساس در انتظار کهکشانی هاست. کورتوا در آستانه یک ماه هیجان انگیز به مارکو گفت: ابتدا باید بگویم که ممنونم از هواداران که به من به عنوان بهترین بازیکن ماه ریال مادرید رأی دادند. البته بدون تلاش تیمی رسیدن به پیروزی غیر ممکن است و من به عنوان دروازه‌بان همه تلاشم را می‌کنم تا دروازه‌ام را بسته نگه دارم. کلین شیت کردن مهم است، چون وقت دروازه‌تان بسته بماند شانس بردتان قطعا بیشتر می‌شود. حالا یک ماه پر از بازی‌های مهم و بزرگ را پیش رو داریم. خوشبختانه هم فیزیکی و هم ذهنی در بهترین شرایط قرار داریم و می‌خواهیم بهترین نتایج ممکن را کسب کنیم. در حالی که از زمان انتقال برونو فرناندز ستاره پرتغالی به منچستر یونایتد تنها 8 ماه می‌گذرد، ولی روزنامه انگلیسی سان مدعی است 2 گل اسپانیا ریال مادرید و بارسلونا عزم خود را جزم کردند تا در اولین فرصت برای جذب فرناندز اقدام کند. سان در گزارش خود میگوید هر دو باشگاه اسپانیایی شرایط فرناندز را به دقت زیر نظر دارند. با اینکه فرناندز در روزهای اخیر هر گونه مشکل و ناراحتی بین خودش و منچستر یونایتد را تکذیب کرد، ولی گفته می‌شود از اینکه در جریان شکست 6-1 مقابل تاتنهام بین دو نیمه تعویض شده بود ناراحت است. با وجود صحبت‌های آشتی جویانه فرناندز، وقت خبرنگاران از سولشایر پرسیدند دلیل تعویض او در آن بازی چه بود، سولشایر پاسخ صریحی نداد و تنها گفت: هر تعویض دلایل دارد و درست نیست که من هر بار که یک بازیکن را تعویض می‌کنم درباره‌اش توضیح بدهم. من برای برونو توضیح دادم و او پذیرفت. هیچ مشکلی نیست. تشکر از همراهیتان. تا گزارش بعدی سبز و شاد بمانید. تا نگهدار.